بینندگان عزیز ورش و مردم، فاز دوم تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمون زیر نظر کارلوس کیروش و پنجشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد. در همین راستا گزارشی تهیه کردیم که تقدیم حضورتون میشه. شرایط اردو رو چطور میبینید؟ اردوی آفریقای جنوبی آیا اون کیفیت رو لازم رو داشت یا نه؟ حالا عرضم به حضورتون، من فکر میکنم یکی از بهترین اردوهایی که من خودم تجربه کردم اردوی آفریقای جنوبی بود، چه به لحاظ امکانات چه به لحاظ مدل تمرین کردنمون، چون واقعا فکر میکنم بچه هم لطف کردن و فشار خیلی زیادی رو متحمل شدن و تحمل کردن و فکر میکنم انشالله ثمرش رو تو جام جهانی ببینیم. در مورد این اردو هم که مسلماً بازی‌های مهم تدارکاتیمون تو این اردو شکل میگیره و انشالله که شکل درستی واسه آماده شدن واسه جام جهانی داشته باشیم. اردوی قبلیمون قدم اولی بود در راه آماده سازی جام جهانی. 4-5 روز استراحت داشتیم که بعد از اونم الان به کارمون ادامه میدیم و برای مرحله بعدی آماده سازیمون که در اتریش هستش آماده خواهیم شد. نتیجتاً با 18 بازیکن کارمون رو در تهران شروع میکنیم و امیدواریم که بقیه بازیکن‌ها هم هر چه سریعتر با ملحق بشن. The rest of the team they'll be together as soon as possible. اردو آفریقا اردو خوبی بود، چند تا بازی دوستانه خوبی انجام دادیم، مرک نسبتا مناسبی خوردیم. خب نیمی از تیممون هنوز نیومده، به تیم ملحق نشدن به خاطر درگیر بازی باشگاهیشون. امیدوارم این دور جدیدی که آغاز شده لژیونرامون به تیم ملحق بشن و با یه نیروی مضاعفی بتونیم کارمون رو ادامه بدیم. انشاءالله یک ماه مونده تا آغاز جام جهانی تو برزیل بتونیم یکم با شرایط بهتری از لحاظ بدنی و روح روانی عازمه مسابقات بشیم. جواد نکونام و مسعود شجاعی و همینطور قوچان نجات و اشکان نجاتی میتونن برسن به اردوی اتریش؟ بله، فکر میکنم که نهایتاً در روز 18 می ما تیم کامل داشته باشیم. البته چند تا بازیکن هستن به خاطر اتمام فصلشون احتیاج دارن که سری کارا رو انجام بدن، در اتمام فصلشون به ما ملحق خواهند شد، ولی فکر میکنم که همون تاریخی که گفتن تیم کامل داشته. از وضعیت خودتون میزنید بگید. خدا رو شکر وضعیت خیلی خوبی دارم، چه از لحاظ روحی چه از لحاظ بدنی. به هر حال اونجا یه نیم فصل براشون بازی کردم، خدا رو شکر عمل کردم هم خوب بود و به هر حال خدا رو شکر میکنم که الان تو جمع ملی پوش هستم. انشالله که بتونم طوری تمرین کنم که انشالله به هر حال هر چی که قسمت باشه انشالله بتونم تو برزیل حضور داشته باشم. چند درصد شانس برای خود قائلی برای اینکه مسافر برزیل بشیم؟ به هر حال ببینید همه چی دست خداست، من اومدم اینجا تمام سعی تلاشمو بکنم و به هر حال میگم همه بچه‌ها به نظرم با انگیزه هستن، همه هم میخوام تو جزء نفرات برزیل باشم، منم از این قاعده مستثنا نیستم. انشالله که میگم شرایط اونجوری رقم بخوره که به اون هدفی که دارم انشالله برسم. خط خورده هایی که به هر حال مثل جماعتی لک بیرانوند به سایرین حالا به هر حال مجددا شانسی دارن یا نه؟ و دومیش برمیگرده ببین که آیا کریمی رو بالاخره دعوت میکنن یا نه. After that list مهلت پایینه فیفا برای فرستادن لیست اولیه لیست 30 نفره 13 می هستش. خب تا اون موقع درها باز هستش تا روز 13 می که ما لیست 30 نفره اون رو میفرستیم، ولی یک فرایند منطقی رو ما اگر دنبال بکنیم، واقعیت امر اینه که ما در اردوی قبلی تعداد بازیکنانی داشتیم که در این اردو هم به این تعداد بازیکنان به 28 اضافه خواهد شد. خب بازیکنایی که در اختیار تیم بودن و تمرین کردن مطمئنا در اولویت بالاتری قرار دارن، با اولویت اول رو دارن اون بازیکنان. و راجب آقای علی کریمی ایشون گفتن که واقعا یکی از بازیکنان فوق العاده، یک احتمالاً یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران بوده علی کریمی. پارسال خب همونجوری که همگان میدونن ایشون تصمیم گرفت که بعد از اینم که تصمیم خداوزیری گرفت باز خواستن که برگردن، ما هم عملکردشون رو نزدیک دنبال کردیم. واقعا از صمیم قلب آرزوم اینه که میتونستم بازیکنان بیشتری همراه خودم ببرم، ولی خب این امکانو ندارم. بازیکنی هستش که من عاشق فوتبالش هستم و احترام فوق العاده ای برای علی کریمی حائز هستم و نباید فراموش کنیم که در راه صعود به جام جهانی هم کمک شایانی به تیم ملی کرد علی کریمی. تأثیر بازیکنانی که از بوندسلیگا و همینطور لیگ برتر انگلیس شما در خدمت دارین، تأثیر این بازیکنان چی هستش و چه تاکتیک و برنامه‌ای دارین که بتونید از این تأثیرات در تیم خودتون استفاده بکنید؟ در حال حاضر به صورت میانگین 60% بازیکنان ما در داخل بازی میکنن و ما 40% بازیکنانمون رو داریم که لژیونر هستن و در خارج از ایران مشغول به ادامه فوتبالشون هستن. بازیکنانی داریم در بوندسلیگا، همینطور در لیگ برتر انگلستان، در اسپانیا مثل مسعود شجاعی، در پرتغال مثل علیرضا حقیقی. و این بازیکنان چیزی رو که به تیم اضافه میکنن اون تجربه بین‌المللی هم هست، بین‌المللی هستش. و ما نباید فراموش کنیم که جام جهانی جایگاهی هستش که میبایست از اون تجربه بین‌المللی استفاده بکنیم.
تیمی نیجریه، آرژانتین و همینجور بوسنی هم گروه هستیم که با این تیم‌ها که بازیکنان بین‌المللی متعددی دارن باید بازی بکنیم. چیزی که می‌خوام اشاره بهش بکنم اینه که ما در تیممون حتی یک بازیکن نداریم که تجربه بازی در چمپیونز لیگ اروپا را داشته باشه، ولی با تیم‌هایی هم گروه هستیم و باید بازی کنیم که سال بعد از سال، فصل بعد از فصل دارن تجربه بازی در چمپیونز لیگ رو به دست میارن و انجام میدن. به همین خاطر خیلی ها بودن که ما حتی میگفتن ما حتی شانس صعود به جام جهانی رو نداریم. خب ما با تلاش و با این ذهنیت کامل خودمون صعود کردیم به جام جهانی و در حال حاضر تنها راهی که من بلدم انجام بدم اینه که سخت کار بکنم و بازیکنان تیمم رو خوب آماده بکنم و این هدف رو در ذهن داریم که به دور دوم صعود بکنیم با سخت کوشی و تمرکز کامل.